محمود دولت آبادی یکی از برجسته ترین نویسندگان معاصر در زبان فارسی که امسال 80 ساله شد و همزمان با تولدش رمان تازه از او در نشر چشمه به عنوان اسب ها اسب از کنار یکدیگر منتشر شد بیشتر داستان های آقای دولت آبادی تصویرگر واقعیت های اجتماعی در یک برهه تاریخی با شخصیت هایی که زندگیشون تحت تاثیر این واقعیت ها شکل گرفته از پا اسب ها از کنار یکدیگر داستان مردی به نام کریما که در جستجوی گم شده ای به یک کاروانسرای قدیمی در جنوب تهران سر میزنه و اونجا با دو مرد دیگه به نام های ملک پروان و مردی آشنا میشه و رابطه ای بین این غریبه ها شک میگیره محمود دولت آبادی امروز مهمان تماشاست آقای دولت آبادی شخصیت اصلی داستان کریما انگار تنها به دنبال پیدا کردن گم شدهش نیست انگار خودش رو گم کرده و با خودش بیگان است و میخواد با پیدا کردن آدم هایی که از کودکیش اونها رو گم کرده میخواد در واقع خودش رو پیدا بکنه این اتفاق برای بقیه شخصیت ها مثل مردی و ملک پروان هم میفته این مضمون گمگشتگی یا از خود بیگانگی و جستجو برای پیدا کردن ریشه از کجا میاد؟ من نمیدونم از کجا میاد ولی حتما از یک جای آمده و این دوره که ما توش زندگی میکنیم به نظرم که بیگانگی روز به روز داره شدیدتر میشه چون من احساس میکنم که در شهر افراد از کنار یکدیگر میگذرن بدون بدونی که دیار رو بفهمن یا بدون این که همدیگر رو بشناسن یا اینکه منم که در میان جمع بیگانم ولی واقعا این حس رو دارم که این بیگانگی و تک افتادگی و گم کردن رگ و ریشه و این پدید آمده در جامعه ما به خصوص با توجه به این یورشی که از سی چهل سال پیش مردم آوردن به شهرهای بزرگ و یک جوری تناسب اجتماعی به هم ریخت یعنی ما الان نمیدانیم کی به کیه قبلا میدانستیم قبلا میفهمیدیم این کاسب اون کارگره اون معلم اون استاد دانشگاه ولی الان هیچ رو ما نمیفهمیم یعنی شما ممکن است سوار تاکسی بشید ناگهان یه دکتره اقتصاد پشت فرمون باشه شما رو جابجا جا بکنه ولی این بیگانگی دیگه از چیست ولی این طوره واقعا دنبال خودش میگرده و میخواد از طریق دیگرانی که گم کرده خودش رو به جا بیاره تو این کتاب مشخص نیست داستان تو چه زمانی اتفاق میفته مثل اغلب داستان های شما نیست که حوادث داستان تو یک دوره مشخص تاریخی و سیاسی اتفاق میفته و به نوعی تصویرگر شرایط اجتماعی اون دوره است چرا این بار بستر زمانی داستان مشخص نیست کاملا درسته این داستان همه زمانی است و در گوشه های از خود داستان هم اشاره میشه که این کریما فقط جوان نیست این فقط پیر نیست این فقط میان سال نیست این در حقیقت همه زمان ها رو با خودش داره حمل میکنه این کلید این همه زمانی این داستان هستش به نظر میرسه در آثار قدیمی تر شما دقدقه های اجتماعی سیاسی پررنگ تر بوده و در آثار اخیرتون دقدقه ها خیلی شخصی تر و رنگمایه های اجتماعی کمتر شده بازم درست فکر میکنی برای اینکه مسئله اجتماعی نرمش به هم ریخته یعنی قبلا در جامعه ما طبقات اجتماعی نسبتا بودن حد دارم به اقشار مختلف بودن الان در هم ریختگیه و افراد هر کسی به سمت خودش رانده میشه و امکان ارتباط اجتماعی به معنای گذشته منتفی شده است زیرا در کشور ما دیگه نه حزبی باقی مونده نه انجمنی باقی مونده نه سندیکای باقی مونده و نه به اصطلاح اجتماعات فرهنگی منظم و به این ترتیب بله افراد به سمت خودشون رانده می شوند نصر کارهای اخیرتون ممکنه خوندنش برای همه راحت نباشه چرا چنین نصری رو انتخاب کردید؟ خب شما شاید باور نکنید و دیگران هم شاید ولی من نیستم که نسل رو انتخاب میکنم هر اثری خودش نسل خودش رو میاره به واقع وقتی که از این نسل تعریف میکنند یا از این نسل انتقاد میکنند من نمیدونم به چه جواب بدم برای که اون چی داستان وقتی شروع میشه در ذهن من همه چیزش رو با خودش میاره نه فقط نسل رو میاره بلکه صحنه ها رو میاره بلکه آدما رو میاره بلکه فضا همه چی رو با خودش میاره در من در اون لحظه ای وارد کار میشم که اون تصویر اول به من میگه حرکت کن من مقاومت میکنم ترجیح میدم که اصلا ننویسم ولی اون پیله میکنه که باید بنویسی و وقتی که شروع میکنم همه چی رو انگار اون تصویر اول به عهده گرفته و این نیستم که من نسل بسازم یا اینجوری اصلا اینطور نیست بنابراین هر اثری نسل خودش هم به وجود میاره معمولا چطور کار میکنید؟ چند ساعت در روز یا در چه مواقعی در شبانه روز مینویسید؟ وقتی که اون بیاد تو ذهنم به من اجازه نمیده فکر کنم چه ساعتهایی کار میکنم و چه ساعتی کار نمیکنم اون تا منو به ستوه نیاره و از پا در نیاره ول نمیکنه اون وقت شب و روز من نمیشناسم نه من مثل نویسندگانی که میخونم میدونم روز دو ساعت سه ساعت چهار ساعت کار میکنه. من اینجوری کار نمیکنم من وقتی که اون تصویر اول میاد و منو وادار میکنه به نوشتن باعث ادامه بدم تا به انتها برسم حالا شب روزه، وسط روزه، نصف شب و طبعا شب ها وقت بوده برای من به علت اینکه خلوت می سکوت بوده و اینها ولی نه من قاعده خاصی ندارم و اون که میتونم بگم این است که من از نوشتن بسیار میترسم در اینکه سعی میکنم که کمتر به اصطلاح تن بدم به اون تصویره ولی گاهی شنان میچسبه که ول نمیکنه نوشتن نویسندگی رمان نویسی آدمو حلاک میکنه ویلیام فاگنر به واقعا به درستی گفته که عرق ریزان روح ولی من فکر میکنم که از اونم شدیدتره منو تا حالا چهار بار تا نقطه مرگ برده یکیش در همین طریق بسمل شدن بود سه تاش در, در, در روزگار سپری شده مردم سال خورده بود رفتم که بر نگردم ولی بازم برگشتم ضعف و قش به آدم دست میده به من دست میده علتش این است که اون ول نمیکنه یعنی اون اون زنجیره واژگان اون تصاویر ولت نمیکنن بلم نمیکنن برای همینی که میترسن بله اما ناچارم طریق بسمل شدن بعد از ده سال مجوز گرفت و سال 97 منتشر شد امیدوارید که زوال کلونل هم بعد از چند دهه بالاخره مجوز بگیره اجازه بدید قصه کوتاه بگم شاید این وسط جا بگیره اون مردی که اومد به من این قصه رو گفت آخه من سینما دیگه نمیرم ایشون مسئول به ادبیات سینما بود فوت شد همین سه ماه متاسفانه اومد گفت شما چرا هیچ اعتراضی نمی کنی که طریق بسمل شدن رو یک کارگردانی به صورت سینما در آورد گفتم من اصلا قابل نمیدونم سینما رو که بهش اعتراض بکنم داستان رو برای من گفت بعد من فهمیدم اینا ده یازده سال طریق بسمل شدن رو نگه داشتن که بتونه معامله کنن اون زیر یعنی بفوشن شاید نمیدونم و هیچ دلیلی نداره چون کتابو 11 سال نگه بدارن بنابراین مقایرت مغایرت داره کلونل با طریق بسمل شدن طریق بسمل شدن بیهوده نگه داشته شد اما اینکه کلونل کی اجازه خواهد گرفت کی خواهد آمد به بازار من نمیدونم انگار که شیشه عمری در این کلونل هست که اجازه نمیدن ممکنه تصمیم بگیرید کلونل رو به فارسی خارج از ایران منتشر کنید؟ من معتقدم ما ایرانی هستیم کشور متعلق به همه ایرانیان نویسنده ایرانی باید اثرش در خود کشور چاپ بشه من هنوز روی این عقیده هستم و اگر واقعا ببینم سماجت به خرج میدن ممکن است که کل داستان رو با صدای خودم بخوانم و بگذارم روی سایت و به مردم بگم ما هر کی هر چقدر میتونه بابت حق و تعلیف همت عالی بریزه به این حساب این کار ممکنه بکنم اگه ممکنه چند خط از کتاب از پا از پا از کنار یکدیگر برامون بخونید دستی از قفا سر شانه کریما را در چند گرفت چنان که آسین و بال چپ آن پالتو نیمدار هم بالا کشانیده شد و برش گردانید رو به خود بی که رها کند آنچه را در چنگ داشت حالا دست راست روی شانه چپ دو تن رو در روی هم بودند کریما که می رفته بود تا بیرون برود از آن اتاق دخمه و دیگری مرد جوانی که قافلگیر از پس پشت چنگ در شانه او زده بود با چهره مهاجم که گویی برای ترسانیده شدن ساخته شده بود با آن چشم های حراسان و وادریده زیر ابروان سیاه که تیک داشت روی چشم چپ